عزیزان سلام از ده سال پیش که من قلبم رو به عیسی مسیح سپردم تجربه شخصی من این بوده که در فصلهای مختلف دعا بهترین و تنها راه در پیش روی من بوده اون سفر امروز من رو به جای رسونده که امروز ایمان دارم دعا به نام عیسی مسیح در حضور خدای زنده قدرت داره و درش جواب هست من پویا هیدری هستم و امروز افتخار من این هست که جیجان رو به شما معرفی کنم جیجان امروز راجب به دعا با شما صحبت خواهد کرد او واعظی هست که به سر تا سر دنیا میره و میلیون ها نفر از طریق موزات و تعلیمات او زندگی هاشون برکت یافته جیجان توسط جویس مایر به کنفرانسی امروز دعوت میشه تا در اونجا صحبت کنه من مطمئن هستم خیلی از شما عزیزان جویس مایر رو میشناسید که او مدرس کتاب مقدسه و از طریق تعلیمات او میلیون نفر واقعا حقایق کلام خدا رو به طریق ساده درک کردن و در زندگی هاشون به کار گرفتن در زندگی ما با عیسی مسیح با فصهای مختلفی روبرو میشیم به دلیل بود انسانی ما در شرایط متفاوت تمرکز و کیفیت دعاهای ما دچار تغییرات مختلفی میشه سوال ساده این هست که دعا چیه؟ چرا ما باید دعا کنیم؟ یا سوال دیگه اینه اولویت‌های ما به عنوان یک مسیحی در دعا چیا هستند؟ امروز جی جان راجع به این موضوع با ما صحبت خواهد کرد جی جان با داستان پر از تنز خودش اهمیت دعا رو برای ما شرح خواهد داد همه ما در مقاطع مختلف احتیاج داریم که بدونیم با اولویتی در حضور خدای خالق پر از فیض و امین جلو میریم تا درخواست های خود و دیگران رو به حضورش بیاریم. دعا و امید من این هست که هر یک از ما در این سفر نظیر بتونیم در اثر مشارکت و همراهی با خداوند تغییر کرده و متبدل بشیم. تجربه شخصی من این بوده که به خصوص در شرایط سخت درخواست من از خداوند این هست که شرایط من رو تغییر بده ولی اغلب میبینیم که خداوند حتی با فریادها و استغاثه های ما شرایط رو تغییر نمیده بلکه ما رو در اون شرایط جلو میبره تا ما از طریق اون شرایط که شرایط دشواری هستن تغییر کنیم ما برای مشارکت با خدا باید به اصولی که در این رابطه به ما سپرده دقت کنیم یکی از این اصول مهم دعا و صمیمیت با حضور خود خداوند هست در این دنیای پرمشغله دعا و وقت دادن به حضور خدا و سعی بر شنیدن از او میتونه پیوسته با چالش همراه باشه از شما دعوت میکنم به موزه جیجان گوش کنید و بعد از اون مدتی رو با هم خواهیم بود صبح خیر از دیدنتون خوشحالم عالیه خب میخوام از جویس تشکر کنم به خاطر دعوتش که من در این کنفرانس باشم واقعا از ملاقات خودش و شوهرشون و خانوادهشون و همکارانشون خوشحالم خیلی خوب بوده آیا او استعداد نداره؟ واقعا خارقلاده است وقتی مردم میپرسند چه کار میکنم همیشه توضیحش سخته چون اگه بگم مبشرم این میتونه پرمعنا باشه و معنی مختلفی برای افراد مختلف داشته باشه اگه بگم من عضو رسمی کلیسای انگلیس هستم که هستم معنی اون چیه؟ <applause> پس سعی میکنم در توضیح اینکه کارم چیه خلاقیت بیشتری به کار برم و سال پیش در هواپیما کنار خانومی نشستم در فرگاه هیترو سلام سلام شما کجا میرید؟ گفت میرم سنگاپور پرسید شما کجا گفتم به شهر پرت استرالیا و شغلتون چیه او معاون رئیس کل یک شرکت طراحی لباس بود و از من پرسید شما چه کار میکنی و من گفتم خوب برای یک تشکیلات جهانی کار میکنم او گفت جدی میگی؟ من گفتم بله و ما تقریبا در تمام کشورهای دنیا شعبه داریم <applause> گفتم ما یتیم خونه ها، بیمارستان ها،, ها اداره میکنیم مشاوره برای ازدواج داریم مدارس، کالج ها، دانشگاه ها، شرکت های داریم مردم را از زمان تولد تا مرگشون حمایت میکنیم و در ناحیه تغییر و تبدیل رفتار کار میکنیم او گفت واو گفتم میدونم میدونم چی میگی او گفت اسمش چیه گفتم بهش میگیم مسیحیت خیلی مهمه که به خودمون یادآوری کنیم که ما بخشی از یک چیز جهانی هستیم و نه تنها جهانی هستیم بلکه بین کهکشانیه چون به افرادی که قبل از ما رفتن هم مربوط میشه من اصلیتم یونانیه البته اینو درک نمیکنم. و یک غذای مشهور یونانی یک غذای مشهور یونانی به نام مزه است مزس از انواع مختلف غذاهای خوشمزه تشکیل شده است و کاری که میخوام در این جلسه بکنم اینه که به شما مزز روحانی بدم پس به شما انواعی از غذاها رو میدم و شاید تعدادی از شما از یک غذا بخورید و دیگران از نوع دیگری شاید بعضی از دو یا سه ظرف بخورند یا بیشتر اما من به چند اشاره میکنم اولین که پیشنهاد میکنم اینه دعا دعا یک کشیش مسیحی با خانوادهش در یک بعد از زور شنبه آفتابی و گرم تابستونی داشتن با بچه گربهشون بازی میکردند. بچه گربه به بالای درختی میره و اونجا گیر میکنه بین شاخه ها و نمیتونست حتی سرشو بلند کنه. اونها سعی کردند بچه گربه رو پایین بیارن ولی به خاطر شاخه های زیاد درخت نمیتونستند. اما پدرشون که یک کشیشه همیشه ایده های خوبی داشت او گفت نگران نباشید بابا مشکل را حل میکنه من یک تناب میارم توی ماشینم هست تناب رو به دور درخت میبندم و به ماشین هم میبندم سوار ماشین میشم کمی جلو میرم این درخت را خم میکنه و ما میتونیم بچه گربه رو از بین شاخه آزاد کنیم همه گفتن بابا مشکل رو حلش کرد بابا از ماشینش تناب رو آورد و اون رو به دور درخت بس و به ماشینم بست ماشین رو به جلو حرکت داد به طور آهسته درخت خم می شد خم می شد ماشین در حرکت درخت خم میشه و یک مرتبه تناب پاره شد تناب که پاره شد درخت به بالا برگشت و بچه گربه کوچولو در جهت مخالف در هوا پرتاب شد و این پایان داستانه دو هفته بعد <applause> کشیش به دیدن یکی از اعضای کلیسا رفت او در رو زد خانم گفت کشیش بفرمایید او وارد شد در توی راه رو گربه خود شدید <applause> ازش شکی نداشت گربه کوچولی او بود ولی نمیخواست بگه این گربه کوچولو منه پس به خانم گفت چه بچه گربه کوچولو دوست داشتنی دارید مدت زیادیه که دارینش او گفت کشیش باورتون نمیشه اما دو هفته پیش بود یک روز شنبه گرم و آفتابی بود و من در حیاتمون با دخترم انی بودم و گفت میتونم بچه گربه داشته باشم و گفتم نه نه ما بچه گربه نمیخوایم اما او منو به سطوع آورد تنها چیزی که به فکرم رسید بگم این بود انی بیا زانو بزنیم توی حیات و از خداوند ایسا بخوایم و اگر خداوند میخواد بچه گربه داشته باشی یه بچه گربه برات میفرسته کشیش این باورتون نمیشه. وقتی وقتی ما دعا میکنیم اتفاقاتی میفته. و وقتی نمیکنیم نمیافته. بعد از من تکرار کنید وقتی ما گفتم بعد از من وقتی دعا می کنیم اتفاقاتی میفته وقتی نمی کنیم نمی افته. زندگی ما باید به وسیله دعا مشخص بشه این بسیار بسیار مهمه که در دعا باشیم و هرچه هستیم و همه کارهایی که میکنیم در دعا به وجود بیاد چون ما نمیخوایم رانده بشیم بلکه میخوایم هدایت بشیم و این خیلی مهمه میدونید بسیاری از ما مشغله زیاد داریم به حدی که به هیچ کاری رسیم. میدونید من به توالت رفتم وارد شدم از توالت بیرون اومدم به آشپزخونه رفتم و به همسرم گفتم فکرم از کار افتاده گفت چطور اینو میدونی؟ گفتم قبل از استفاده از توالت آبریزو باز کردم اونقدر عجله داشتم <applause> که وقتی وارد شدم آبریزو باز کردم تا که بعد از استفاده احتیاج نباشه زندگی ما دیوانواره دیوانوار رانده شدیم مثل یک مرغ بی سر به اطراف می دویم می دونید بعضی از ما نمی تونیم رو زیادتر کنیم بلکه باید مشغلمون رو کم کنیم تا شعلمون بیشتر باشه شعله بیشتر و شعلمون رو در دعا بیشتر می کنیم. در دعا جنبه فکری جنبه فکری بسیار بسیار مهمه واقعا هست من تعدادی از کتابهامو در محبته میز کتاب ها دارم و یک سری دارم سه جلد که با کشیشم نوشتم پر از داستان ها حکایت و مثال هاست در یکی از اونها این نامه هست یک دختری به کالج میره و برای مدت زیادی با والدنش تماس نمیگیره و واقعا احساس بدی بهش دست داد و بعد این نامه رو نوشت مامان و بابای عزیز از وقتی به کالج رفتم در نوشتن قفلت کردم و معذرت میخوام به خاطر بیفکریم که زودتر نامه ننوشتم میخوام همه چیز رو بگم اما قبلش لطفا بشینید خیلی مهمه که قبل از ادامه دادن شما بشینید همه چیز تقریبا خوب پیش میره شکستگی جمجمم و ضربه سختی که خوردم وقتی از پنجره خوابگام پریدم بیرون چون مدت کوتاهی بعد از اومدنم آتیش گرفت حالا خیلی خوب شده من فقط سردردهای شدید رو دو بار در روز دارم خوشبختانه یک کارگر در ایستگاه پمپ بنزین شاهد آتش سوزی و پریدن من بود او دوید پیشم و منو برد به بیمارستان و مرتب به ایادتم می اومد. بعد از بیرون اومدن از بیمارستان جایی نداشتم که برم چون اتاقم سوخته بود و او خیلی مهربونی کرد و از من دعوت کرد در آپارتمان زیرزمینیش با او بمونم اون خیلی کوچیکه ولی زیباست او پسر خیلی خوبیه و عاشق همدیگر شدیم و تصمیم داریم ازدواج کنیم هنوز تاریخش رو معین نکردیم ولی قبل از این میشه که حاملگی معلوم بشه بله مامان و بابا من حاملم میدونم چقدر مشتاقی که بابا بزرگ و مامان بزرگ بشید و میدونم که نوزاد رو میپذیرید و به اون هم همون توجهی که به من نشون دادید رو خواهید داد دلیل اینکه ازدواجمون عقب افتاده به خاطر اینه که دوست پسرم عفونت پیدا کرده و که من ازش رو گرفتم <applause> هرچند که میدونم اونو با آغوش باز در خانوادهمون میپذیرید او مهربونه و هرچند که تحصیل کرده نیست ولی پشکار داره هرچند که اون نژاد و مذهب متفاوتی با ما داره میدونم به خاطر صبوریتون اجازه نمیدید که به این خاطر ناراحت بشید در خاتمه حالا که این چیزها رو بهتون گفتم میخوام بهتون بگم که خوابگاه آتش نگرفت سرم صدمه ندیده و جمجمم نشکسته توی بیمارستان نبودم حامله نیستم زخم عفونتدار ندارم و توی زندگیم دوست پسری هم نیست هرچند که در درس های تاریخ و علوم رد شدم <applause> هرچند که در درس های تاریخ و علوم رد شدم میخواستم این نتایج رو با جنبه فکری درست ببینید <applause> خب میدونید میتونید چنین نامه ای دریافت کنید و بگید <applause> میدونید و وحشت کنید نمیتونید اما میتونی تصور کنی نامه بیاد که مامان و بابا متاسفم تماس نگرفتم ولی رد شدم منظور چیه در امتحان رد شدی؟ منظور چیه رد شدی؟ اما وقتی نامه اینطوری بخونید شما میگید عزیزم میتونی در همش رد بشی ببینید جنبه فکری بسیار بسیار مهم هست جنبه فکری خدا چیزی میبینه که ما نمیتونیم خدا چیزی میبینه که ما نمیتونیم رومیان 8.28 میگه همه چیزها برای خیریت در کارند درسته نمیگه همه چیزها خوبند چون بسیاری چیزها خوب نیستند اما همه چیزها میتونن برای خیریت با هم در کار باشند پس برای ما مهمه که بگیم خدا میخوایم اون چرا که نمیتونیم ببینیم رو ببینیم کمکمون کن که جنبه فکری تو رو بگیریم دید تو چگونه هست و وقتی این کار رو میکنیم چیزها رو به طور متفاوتی میبینیم یعنی که این یکی از بزرگترین اتیاز که جویس برامون آورده او چیزهای ساده در زندگی رو روشن میکنه و بعد ما میگیم خوب میبینیمش وقتی داوود جولیات رو دید دو واکنش ممکن وجود داشت اولین این که او خیلی بزرگه آه نه نه باید فرار کنم واکنش دوم اون خیلی بزرگه سنگم بهش میخوره میبینید به طرز فکر رب داره ما باید مردمی باشیم که زندگی هامون با دعا توصیف میشه مردمی که به دنبال دید خدا هستند دید خدا نه دید باریکبین و محدود خودمون هدف هدف بسیاری از مردم در زندگیشون جهت ندارند بسیاری از مردم بیماری کلمبوس رو دارند کلمبوس حرکت کرد و نمیدونست به کجا میره وقتی به اونجا رسید نمیدونست کجاست و بعد وقتی برگشت نمیدونست کجا بوده میدونید این مهمه که ما یک نوع خوب اون چیه چیه داشته باشیم اگر بخواید جمعبندی کنید 800 هزار کلمه در کتاب مقدسه خوب منظورش چیه شعار چیه چی میگه به گفته رسول پولس مسیح رو بشناسیم و او را بشناسانیم همینه اول و آخر کتاب مسیح را بشناسیم مسیح را بشناسانیم و بعد همه چیز در ما بین اونه اینها اون دو چیز هستن این شعار ماست این هدف ماست مهم نیست چه کار می کنیم کجا زندگی می کنیم ابتدا و انتهای کتاب شناخت مسیح و شناساندن مسیحه و در بین اون من بسته بندیش می کنم اول و آخر کتاب و اون رو واقعی و مربوط در زندگی هامون ازدواج هامون خانواده شغلمون تفریحاتمون و همه چیز می کنیم این شعاره مسیح را بشناسیم و بشناسانیم او را همش درباره ایساست ایسا مهمترین کتابی که نوشتم اسمش زندگی است همش درباره ایساست و اون رو اینجا داریم مگه دوست دارید بعد بگیرید در محل میز کتابه میدونید که تعداد کمی از مسیحیان کتابی درباره عیسی خوندند اما مورد قابل توجه اینه که از هر صد کتاب که ناشران مسیحی منتشر میکنن یکی درباره عیسی است اما مهمترین کس ایساست ایسا او مهمه ایسا مهمه و به روش های ماهرانه اینو به ما گفته من نان حیات هستم تا نونواها بتونن درک کنن من تاکه حقیقی هستم تا باغبانها ها بفهمند او راه است تا پلیس راهنمایی درک کنه او راستی است تا که سیاستمدار درک کنه او رستاخیزه تا که مسئول مراسم دفن بفهمه او شبان نیکوست تا که شاورزان درک کنند او در هست تا که آرشیتک درک کنه او اول و آخر است تا که دانشمند بتونه درک بکنه او آب حیات است تا که لولکش درک کنه او کلمه است تا هنرپیشه درک کنه ایسا اون شخصه ایسا اون شخصه میدونید اگه شما در خیابان قدم میزنید و به آخر خیابان میرسید که دو شاخه میشه و نمیدونید از کدام طرف برید چپ راست نمیدونم و دو تا مرد اونجا روی زمینه یکی مرده یکی زنده از کدوم مسیر رو میپرسید <applause> ایسا زنده هست ایسا منحصر به فرده <applause> همش درباره ایساست من کتابم رو که درباره ایساست به یاسر عرفات دادم او رو ملاقات کردم گفتم یاسر خب در واقع اینطوری نگفتم نگفتم در واقع وقتی اولین بار ملاقاتش کردم فکر کردم چرا حوله دور سرته فکر کردم اونو نگو اونو نگو گفتم میتونم این کتاب رو درباره ایساس بهت بدم نه در واقع من اینو نگفتم گفتم میتونم این کتاب رو بدم که درباره بزرگترین و سلجوترین رهبری که در فلسطین به دنیا اومده و بعد کتاب گرفت او رو گرفت و گفت آ ایسا گفتم درسته ایسا ایسا مجبور شدم براش موعظه کنم وکیل اسلامی اونجا بود او هم بود و یک نفر دیگه و من میبایست او از من پرسید حالا موعظه کن پس میبایست میستادم وقتی ایستادم او هم ایستاد پس کنارش ایستادم و گفتم میتونم یک داستان براتون بگم گفت بله دوست دارم پس کل داستان انجیل رو به صورت حکایت گفتم من به شکل حکایت ایسا اون شخص منحصر به فرده ببینید ما مردمی دو آگو هستیم که یک جنبه فکری داریم هدف داریم که به وسیله اولویت ها زندگی می کنیم اگر با اولویت ها زندگی نکنیم تحت فشار زندگی خواهیم کرد و به این خاطر که مهم بدونیم ارجعیت ها کدامند چیز مهم اینه که اون چیز مهم را مهم نگه داریم بعد از من تکرار کنید مهمترین چیز که بعد از من مهمترین چیز اینه که چیز مهم رو مهم نگه داریم بسیار مهمه که تشخیص بدیم و کنفرانسی مثل این فرصت به ما میده تا به طریقی اصارش رو بگیریم و به ما اجازه میده بگیم خداوند ارجعیت ها چی چطور با اونچه که اول و آخر کتابه کار کنم با دعا با جنبه فکری که مال خودته نه افق فکری محدود خودم شراکت شراکت در کنفرانسی برای رهبران سخنرانی می کردم این داستان واقعیه و همینطور که سخنرانی می کردم می خواستم مثالی با استفاده از برف بیارم و فقط گفتم به عنوان چیز اضافه می دونید که مردم میگن دو برف شبیه هم نیستند گفتم چه کسی روی زمینی تحقیق رو می کنه؟ سخنرانیم تمام شد و یک آقایی اومد پیشم و گفت جی جان من دکتر فلانی هستم او گفت من دانشمند تحقیقات درباره برفیزم. <applause> گفتم نه نیستی گفت بله هستم گفتم نه نیستی او گفت هستم گفتم چنین چیزی وجود نداره گفت من این کار رو برای 16 سالی که انجام میدم بهت میگم من هستم به هر حال و معلوم شد که او یه محقق بف است و من میگفتم باورم نمیشه من گفتم آیا این درسته که حتی دو برف شبیه هم نیستن گفت درسته او گفت چیز دیگه بهت میگم که بهت زدت میکنه دو تا برف ریزه رو بردا هر دو متفاوتن اونها رو در لوله آزمایشگاهی بگذار آبشون کن اونها آب میشن اونها رو دوباره سرد کن و همیشه به شکل اولیشون برمیگردند حالا این مقایسه بود که میخواستم بکنم این بود وقتی یک برف ریزه در زمستون روی صورتتون میافته سریعا آب میشه اما وقتی هزاران برف ریزه رو کنار هم بگذاری جلوی ترافیک رو میتونه بگیره <applause> به تنهایی هرچند که بی نظیریم مشخصا بی نظیریم. به تنهایی ما ضعیفیم و به این دلیل مهمه که ما در زندگی مسیحی و کارهای مسیحی تنها نباشیم فقط درباره من و سفر من نیست ما باید تشخیص بدیم بر طبق گفته آگوستین شما نمیتونید خدا رو پدر خود بدونید بدون که کلیسا مادرتون باشه هرچند که کامل نیست ما بخشی از اون هستیم و او عروس و عیسی داره عروس رو آماده میکنه این برای ما بسیار مهمه که یک اجتماع باشیم با همدیگر در یک اجتماع بسیار مهمه در دعا باشید جنبه فکری خدا رو بگیرید هدفتون مشخص باشه با ارجعیت نفشار زندگی کنید تشخیص بدید که فقط درباره شما و مال شما نیست من بخش چیزی بزرگتر هستم بخشی از مشارکتم تدارک یه آقایی توی فرودگاه بود و میخواست یه پاکت از این دونات های خیلی کوچک بخره و یک فنجون قهوه پس دونات و قهوهش رو میخره و میگرده ببینه کجا میتونه بشینه ولی همه میزها پر بودند اما یه میز میبینه که فقط یه آقای نشسته پس میگه او میرم اونجا روبه اون آقای میشینم پس میره و قهوه و پاکتش رو اونجا میذاره کتش رو در میاره میندازه روی صندلی و میشینه قهوهش رو بر میداره و یه قلوت میخوره پاکت دونات و بر میداره باز میکنه یه دونات از توش در میاره گاز میزنه پاکت رو میذاره رو میز آقایی که روبروش نشسته بود دستشو رو دراز میکنه پاکت دونات رو بر میداره بازش میکنه یه دونات از توش در میاره گاز میزنه پاکت رو میذاره و لبخم میزنه این یکی آقا باورش نمیشه همین الان چی دیده باورش نمیشه که یارو همین الان جلوی چشماش یکی از رو دزدیده پیش خودش میگه و عجب روزگاری شده چه دنیاییه اما بعد فکر میکنه که خب شاید این یارو یکم خلوزه و بهتر چیزی نگه مبادا یارو یه دفعه جوش بیاره و دست به یقه بشه اما با عصبانیت یه نگاه چپی بهش میندازه <applause> پاکت دوناتو بر میداره یه دونات از توش در میاره میخوره و بعد پاکت رو میکشه نزدیک قهوهش تا اونجایی که میتونه از یارو دورش میکنه همینطور که داره رو میخوره اون آقا دستشو دراز میکنه پاکت رو بر میداره یه دونات دیگه در میاره یه گاز میزنه پاکت رو میذاره رو میز میده و لبخند میزنه این آقا باورش نمیشه یارو دوباره این کارو کرده این بابا دو تا از دوناتای منو دزدیده همینطور ماتش برده باورش نمیشه خیلی عصبانیه اما تصمیم میگیره چیزی نگه به هر حال اون آقا بلند میشه که بره این آقا پیش خودش میگه آخ بری که دیگه بر نگردی دونات دوز <applause> آقاه کتش رو پوشید کیفش رو برداشت و بعد پاکت رو برداشت پاکت دونات رو یه دونات هنوز مونده بود اونو بر میداره نصفش میکنه نصفش رو تو دهنش میذاره نصف دیگر رو میذاره رو پاکت پاکت رو به طرف آقا میفرسته لبخم میزنه دست تکو میده و بعد میره این آقا پیش خودش میگه محال به این دونات دست بزنم دونات دز. ممکنه پر از میکروب باشی <applause> به هر حال نگاهی به ساعتش میندازه میگه آ وقتش منم برم بلند میشه کتشو میپوشه بعد خم میشه که کیفشو برداره و میبینه روی کیف خودش پاکت دونات خودشه این شخص گلایه داشت گلایه داشت که اون آقای دیگه دونات هاش رو دزدیده در حالی که در واقع اون یکی آقا داشت دونات هاش رو با او قسمت می کرد <applause> حالا گوش بدین گوش بدین خدا مالک تمامی دونات هاست و اون وقت ما گله می کنیم گله می کنیم اما همهشون مال خداست مالک همه دونات هاست. گوش کنید هر هفته یه پاکت دونات می گیریم خدا هر هفته یه پاکت دونات به ما میده که توش دهتا تا دوناته خدا میگه یکی از این دهتا تا رو بردار رو بده به کلیسایی که عضوشی به این ده یک میگن خب پس یه دونات میدی به کلیسایی که عضوشی خب اینها دونات های خدا پس گله نکن همشون دونات های خدا رو فقط میگه یکی بده یکی بده به کلیسایی که عضو بشی خیلی مهمه مگه نه خب اما حالا نه تا دیگه داری اما یازده تا نیاز داری <applause> یازده تا لازم دارم و همین حالا یکی رو دادم رفت الان فقط نه تا دارم و حیرت انگیز اینجاست که اگه یازده تا یا دوازده تا احتیاج یه جوری به طریقی نه تا میشه دوازده تا یه جوری این نه تا میشه اون مقدار که لازم داریم راستش رو بخوایم خیلی از مردم انگلیس موعظه سر پول رو نشنیدن <applause> نشنیدن واقعیت که خیلی از مسیحیان انگلیس، خیلی از مسیحیان انگلیس پوندشون رو چنان صف فشار میدن که جیغ ملکه در میاد. ده تا دونات دارین. خدا میگه یه دونات به کلیسایی که عضوش هستی بده پس حالا نه تا داری. میبینین؟ نه تا. بعضیامون بیشتر لازم داریم و این یا یک تفه بیشتر میشه یا یکی سر میرسه و میگه میتونم دو تا دونات بد بدم و شما میگید او البته حالا بعضی از ما ده تا دونات داریم و یکیشو میدیم به کلیسا نه تا برامون میمونه اما نه تا لازم نداریم اینجا خیلی ها هستن در واقع هزاران نفر اینجا هستن که واقعا نیاز دارن به یازده تا اما باور دارم هزاران نفرم اینجا هستن که حتی به نهتا نیاز ندارن پس ببینیم خدا چی میگه خب من میخوام یک دونات به جویس مایر بدی تا بتونه هر روز تو تلویزیون برنامه جا کنه پس یکی از دونات هاتون رو میدین و ماهیانه او رو حمایت میکنید خب و بعد بعد یک چیز دیگه ای پیش میاد مثلا نیازی هست یا یتیم خونه ای یا نیاز برای خیریه و مؤسسه ای و میگید او باشه و خدا میگه یه دونات بده بعضی وقتا پول دادن برای هممون سخته و ما هیچ وقت نمیتونیم از خدا بخشنده تر باشیم وقتی حاضریم بدین خدا هم برکت میده پس کاری که باید بکنیم اینه که بگیم خدا و همه دوناتای تو هستن میخوای چکار کنم باهاشون و زمنه اگه زیادی دارین دونات بدینش به من میپذیرم اینها اصولی هستند که به هم پیوستند مانند تکه هایی از یک پرتقالند که در زندگی ما باید دعا باشه که ما باید مردمی باشیم که دید او و هدف او را داشته باشیم با ارجعیت های او زندگی کنیم و تشخیص بدیم که با او شراکت داریم، اما تدارک بسیار مهمه. این بخشی از کل هست. و ما نمیتونیم بخشندتر از خدا باشیم نمیتونیم بخشندتر از خدا باشیم بیایید با وقتمون سخاوتمند باشیم بیایید با استعدادهامون سخاوتمند باشیم با ثروتمون سخاوتمند باشیم چون وقت خداست استعداد خداست و ثروت خداست <applause> اشتیاق 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 برای چی؟ در این کنفرانس چیکار کردیم؟ به بالا نگاه کردیم. در پرستش اون به بالا نگاه کردیم. به بالا نگاه کردیم. به درون نگاه کردیم. به درون نگاه کردیم. موضوع اینه. جویس هدیه ای از خدا به کلیساست. تا کمک کنه به درون نگاه کنیم. تا بتونیم درست درک کنیم. همه ما مثل کیسههایی هستیم که ناراحتی عادات و مشکلات داریم. و, و خدا او رو فرستاد تا بتونیم اونها رو تشخیص بدیم و حل کنیم به بالا نگاه میکنیم به درون و به بیرون به بیرون نگاه میکنیم به بیرون به بیرون در پروسه به بالا و درون نگاه کردن به بیرون نگاه میکنیم این خوبه هر سه به هم وصلند باید به بیرون نگاه کنیم چون وقت کمه و میلیون ها نفر هستند که اصلا اونچه ما میدونیم رو نمیدونن ما میدونیم یعنی آیا موافقید که عیسی شخص استثنائیه؟ بله موافقید؟ موافقید که تنها عیسی میتونه به مردم بخشش بده؟ موافقید امروز مردم به این نیاز دارند؟ در انگلیس و در اروپا و در دنیا به بخشش نیاز دارند بله موافقید موافقید که به حیات تازه نیاز دارند که فقط روح القدس میتونه بده موافقید که مردم برای آینده نیاز به امید دارند دارند اما بسیاری از مردم امید ندارند امید بسیاری از مردم کمی مانند روپوش بیمارستانی که طوری که فکر میکنی شما رو نمیپوشونه اونها ناامیدند ببینید شما و من جواب رو میدونیم ما میدونیم میدونیم که برای داشتن بخشش از گذشته و حیات تازه برای امروز و برای امید داشتن برای آینده باید از راه صلیب پادشاه بریم <applause> راه دیگری نیست از طریق برمیگام نمیتونید برید از راه کلیسا انگلیس نمیتونید برید، باید از راه صلیب پادشاه برید. از راه صلیب پادشاه. ما این رو میدونیم ولی بسیاری از مردم این رو نمیدونن. میسیونر کسی نیست که از دریا عبور میکنه. میسیونر کسی است که صلیب را میبینه. تکرارش کنید. فقط بعد از من تکرارش کنید میسیونر کسی نیست که از دریا بور میکنه <applause> یک میسیونر کسی است که صلیب را میبینه چون اگر صلیب رو ببینید اینو درک کردید و به گفته رسول پولس در قرنتیان محبت مسیح که منو وادار میکنه چه چیزه منو وادار میکنه محبت مسیح که وادارم میکنه که باعث میشه بخوام خبر خوش رو به دیگران بدم بر طبق دعای فرانسیس اسیسی در دادن دریافت میکنیم و ما باید مردمی باشیم که به دیگران خبر خوش رو بدیم چون اونها گمراه هستند اونها گمراهند فکر کنید به من و همسرم و پسرام تصمیم میگیریم یک روز به جنگل بریم برای تفریح و سرگرمی خیلی بهمون به خوش میگذره و وقتشه که برگردیم پس من و همسرم همه چیز رو جمع میکنیم توی ماشین میگذاریم وقتی این کار رو میکنیم متوجه میشیم که فقط بنجامین کوچکترین پسرمون با ماست ما سیمیون و مایکل دو پسر دیگرمون رو گم کردیم پس من همسرم فکر میکنیم بریم توی جنگل دنبالشون بگردیم اونجا رو جستجو میکنیم و فقط سیمیون رو پیدا میکنیم و مایکل رو پیدا نمیکنیم پس میگیم ناراحت نباش بیا بریم خونه <applause> میفهمید یکی رو پیدا میکنیم یکی رو گم میکنیم دوتا رو گم کردیم ولی یکیشون رو پیدا کردیم بعضی مواقع باید راضی باشیم شما چطور؟ نه ما به جستجوی مایکل میپردازیم تا زنده یا مرده پیداش کنیم این مقایسه ایه که در کتاب مقدس استفاده شده که ما رو مجبور میکنه که گمراهان رو پیدا کنیم و نجات بدیم ببینید در پروسه به بالا نگاه کردن به درون نگاه کردن ما باید به بیرون نگاه کنیم باید هر سر رو یک زمان انجام بدیم نگاه به بالا نگاه به درون و نگاه به بیرون همیشه هرچه بیشتر به بیرون نگاه میکنیم بیشتر در درون درست میشیم هر چه بیشتر در درون درستیم بیشتر به بیرون نگاه نگاه می کنیم هر چه بیشتر به بالا نگاه کنیم بیشتر به بیرون نگاه می کنیم این مثل مانند سپایی هست و بسیاری از ما به یکی تمرکز می کنیم یا دو تا اما نه هر سه رو این بسیار مهمه ما باید با هدف عمل کنیم در این باره باید با هدف عمل بکنیم یک روز وعده ملاقات داشتم در لندن در محل اسکله کناری و نمیخواستم دیر کنم پس مطمئن شدم که برای این وعده دیر نکنم وقتی به محل مترو زیرزمین میرسید و از راه زیرزمین بیرون میاد به محل فروشگاه وارد میشه و پس به این محوطه رفتم و نگاه کردم به ساعتم و گفتم عالی شد نیم ساعت زود اومدم عالی شده حالا میرم یک قهوه میخورم همینطور که میرفتم مردی رو دیدم که کفش ها رو واکس میزد گفتم آه خوبه میتونم کفشامو واکس بزنم به پایین نگاه کردم دیدم تمیزن گفتم احتیاج نیست در رو هم حس کردم کفشا رو تمیز کن نگاه کردم دیدم احتیاج ندارم حسش کردم تمیزش کن پس فکر کردم باشه و گفتم ببخشید قیمت تمیز کردن کفشا چقدره؟ گفت چهار پونده فکر کردم چهار پوند؟ <applause> تا یه جفت کفش تمیز رو تمیز کنی؟ ولی حس کردم خداون میگه اونها رو تمیز کنه گفتم بله لطفا و روی صندلی نشستم و به او گفتم چرا قم ای من حتی نگفتم نگفتم اسم چیه یا چیز دیگه ای خودم معرفی نکردم گفتم چرا غمگینی به هم نگاه کرد و گفت چطور میدونی غمگینم گفتم میتونم تو چشمات ببینم او گفت خیلی غمگینم بهش گفتم آقا داستان تو به من بگو او گفت داستان تو به من بگو او گفت من اینجا صدها جفت کفش در طول سالها واکس زدم شما اولین نفری هستی که به من میگه داستان تو برام بگو گفتم دوست دارم بشنوم میدونید که مشتری دیگه ای نیومد برای 25 دقیقه داستانشو برام گفت 25 دقیقه با هم حرف میزدیم او آقا گریه میکرد گریه میکرد به او گفتم ببین چند دقیقه دیگه باید برم چون وعده ملاقات دارم ولی میتونم بر دعا کنم او گفت خیلی خوشحال میشم این در محل فروشگاه ها بود مردم رفت و اومد میکردن و گفتم برای شما اشکالی داره دستم و روی سینت بذارم و برات دعا کنم او گفت نه البته که نه یک دعای خیلی ساده کردم من یک دعای خیلی ساده خدای پدر کمک کن کمک کن این کار رو بکن اون کار رو بکن خیلی احساساتی نشدم نه به این صورت <applause> ربهدینگی ربه دینگی, رب دینگی, رب دینگی. <applause> اوه به او با ماشین هوندا اومد با ماشین هوندا اومد <applause> میدونید با ماشین هوندا اومد <applause> کی با ماشین هوندا اومد توجه کنید بعضی مواقع به زبان ها دعا می کنم اما بعضی مواقع به خاطر گمراهان یک دعای ساده می کنی. نه که بوه. یک دعای کوتاه کردم در درون در درون خدایا لمسش کن لمسش کن لمسش کن خدا در درون در درون بگیرش 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 و آقای کفاش اینطور بود او هرگز سورانچو نبوده از اونها چیزی نمیدونست با برنامه عمل میکنیم این موضوع مهمه با هدف این کارو میکنیم خداوند از ما خواسته که بر روی روابطمون که حالا داریم کار کنیم بعد رفتم بعد از اینکه به او همیشه باید آماده باشیم آماده باشید همیشه آماده باشید من کیفم و باز کردم چیزایی بهش دادم و گفتم باید باید برم باید برم برای وعده ملاقاتم ملاقاتم که تموم شد به ایستگاه قطار میرفتم کمی گرسنه شدم پس گفتم یک ساندویچ میگیرم به رستوران رفتم ساندویچی گرفتم به دنبال جای میگشتم بشم همه ویزا پر بودن یک میز با یک مرد بود گفتم معذرت میخوام اشکالی داره اینجا بشینم گفت نه اصلا گفتم اینجا خیلی شلوغه او گفت آ ظاهرا این اطراف کار نمیکنی گفتم نه و من گفتم برای دیدن اومدم و نمیدونم فقط حس کردم این رو حس کردم بگم که ببخشید شما متاهلی؟ اونو حس کردم حسش کردم شما متعهلید او گفت آ او گفت این یک سوال شگفنگیزیه او گفت شما باورتون نمیشه نه ساله که نامزدی کردم و نمیتونم کارمو رو کنم <applause> گفتم خب بهتره که کارتو رو کنی یکم مشاوره برای راهنمایی قبل از ازدواج بهش دادم و گفتم گوش کن کتابی درباره ازدواج نوشتم ولی همراه هم ندارمش اما این کارت شغلیمه خب اگر کتاب درباره ازدواج رو میخوای ایمیل برام بفرست و من او رو برات میفرستم و گفتم ببین حالا باید برم فقط یک ذره بذره کم بذر یکم بذر یک کم. پس به دفترم برگشتم به دفترم برگشتم و در دفتر من ایمیل اومد چه ملاقات لذت بخشی بود که در وقت نهار با شما داشتم بله لطفا کتاب رو برام بفرستید کتاب رو براش فرستادم دوباره ایمیل فرستاد گفت نام زدم کتاب خونده حالا من میخونم ما باید چند مشکل رو حل کنیم و چند چیز گفت و یکم درباره عیسی. میدونید گوش کنید مجبور نیست صبح بیدار بشید و بگید آها غیر مسیحیان کجان شاید در این اطراف باشند آیا در اینجا هستند نمیدونم نمیدونم اونها کجان گوش کن غیر مسیحیان همه جا هستند همه جا در قطار زیرزمینی بودم در لندن در قطار زیرزمینی نشسته بودم چشم افتاد به آقایی که روبروم نشسته بود لبخند زدم بدون حرکت ابرو بدون ابرو ایستاد ایستاد به طرفم اومد و کنارم نشست این آقا گفت در قطار زیرزمینی لبخند زدن غیر عادیه گفتم میدونم مشکل اینه که در ایستگاه اگه لبخند بزنی یا شخص خوبی هستی یا گرایشت با دیگران فرق میکنه گفتم بهتون اطمینان میدم من آدم خیلی خوبیم پرسیدم کجا پیاده میشید به من گفت و گفتم منم دو ایستگاه بعد از شما از من پرسید شغلتون چیه؟ یادتون باشه فقط پنج ایسکا دیگه مونده بود نمیتونستم تعریف طولانی بدم. گفتم من یک سخنران تقریه تبدیل رفتارم. پرسیدم شما چه کار میکنید؟ گفت من یک سفیرم. فکر کردم دستم انداختی؟ گفتم کارت شغلی دارید؟ او گفت بله کیفشو باز کرد یه کار در و ورد و واقعای آقا سفیر بود. کمی باهاش صحبت کردم گفتم خب آقا کیفم رو باز کردم و گفتم میتونم این کتاب درباره عیسی رو به شما بدم باور دارم عیسی کلید زندگیه باور دارم اومدنش و اون چه تعلیم داد چیزیه که به زندگی معنا میبخشه و زندگی بر حسب ارزش ها و اصول او هست و و بعد او رفت خب روز بعد اون سفیر به هم زنگ زد او گفت با شما ملاقات کردن خیلی جالب بود به دفترم رفتم به منشیم گفتم تمام وعده های ملاقاتم رو لغو کن میخوام این کتاب رو بخونم <applause> او به دفترش رفت به این گوش کنید به دفترش رفت کتاب رو خوند به آخر کتاب رسید این همون کتابیه که به یاسر دادم همون کتاب بله او کتاب رو خوند کتاب رو خوند در آخر دعا کرد که مسیح رو دریافت کنه و بعد به من گفت حالا باید چه کار کنم درسته درسته بیان تکرارش کنیم, تکرارش کنیم. این چطوری بود ببخشید میتونم یه کتاب بهتون بدم فکر نمی کنم بعضی از شما درکش کردید متوجه نشد این طوری بود ببخشید میتونم یه کتاب بهتون بدم چی به من میگید یک لبخند یک کتاب اثرش رو داشت بله یک لبخند و یک کتاب همینطور که خاتمه میدم گوش کنید همه این چیزها رو با هم نگه دارید به بالا درون و بیرون نگاه کنید در دعا باشید دید خدا رو بگیرید ببینید ارجعیت ها چی هن. با اشتیاق به دنبال نجات گمراهان باشید نگران نباشید کاری که میتونید رو انجام بدید این موضوع اصلیه میدونید ما در زمان هجانگیزی زندگی میکنیم دوره هیجان دو یهودی بودند و با این خاتمه میدم یکی به دیگری گفت حال چطوره او گفت خوب نیستم پرسید چرا نه گفت پسرم او مسیحی شده دوستش گفت عجیبه اینو میگی پسرم منم همینطور او هم مسیحی شده آره آره آره, آره چه کار بکنیم خب بیا بریم پیش خاخام 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 ما به خاطر مشکلمون پیشت اومدیم خاخام گفت چی شده؟ اونو گفتن پسرامو مسیحی شدن خاخام گفت عجیبه اینو میگی پسر منم همین تو اون هم مسیح شده جدی آره 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 چه کنیم خاخام خاخام کمی فکر میکنه میگه در چنین مواردی پیش خاخام ارشد میریم خاخام ارشد خاخام ارشد ما مشکل داریم خاخام ارشد پرسید مشکلاتون چی گفتند گفتن همه پسرهامون مسیحی شدن او هم گفت عجیبه که اینو میگی پسر منم همین تو او هم مسیحی شده آره 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 آره, آره. چکار کنیم حالا؟ خاخام ارشل لحظه ای فکر میکنه میگه در چنین وضعی ما پیش یهوه میریم سجده میکنیم در برابرش او رو میطلبیم و مشکلمون رو به یهوه میگیم به حضور یهوه میرن سجده میکنن و میگن یهوه یهوه یهوه, یهوه ما به خاطر مشکلاتمون پیشت اومدیم از آسمان صدایی شنیدن مشکلتون چیه؟ گفتن پسرهای ما همشون مسیحی شدن و بعد اونها شنیدن, شنیدن عجیبه که اینو میگی. خدا 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 یک پسر داشت و پسرش یک میسیونر بود من میخوام مثل او باشم عزیزان امیدوارم موزه جیجان باعث برکت تک به تک شما شده باشه جیجان به موضوع جالبی اشاره کرد وقتی ما دعا میکنیم اتفاقی میفته و وقتی دعا نمی کنیم هیچ اتفاقی نمیافته کتاب مقدس این رو به ما تعلیم میده که از طریق دعا مشارکت مردان و زنان در طول تاریخ کتاب مقدس باعث شده که اتفاق نادر و بسیار عالی رخ بده ما نباید این رو فراموش کنیم که موضوع دعا میتونه با چالش و پیچیدگی های زیادی همراه باشه به طور مثال دعا کردن برای شفای عزیزانمون دوستان یا عضوی از خانواده ما برای شفا دعا میکنیم اما شاید اونها زندگیشون رو از دست بدن و سوال در ذهن ما پیش میاد که چرا خداوند به دعای من پاسخ مثبت ندادی در زندگی شخصی من یک قسمت از واکنش عیسی مسیح در دعا به من درس بزرگی داده در باغ جتسیمانی عیسی فرمود ای پدر اگر ممکن است این جام از من بگذرد اما نه به خواست من بلکه به اراده تو اغلب اوقات ما در دعا خواست و اشتیاق خودمون رو به خدا اعلام میکنیم اما باید به یاد بیاریم که نه خواست ما بلکه اراده خدا باید به انجام برسه در سفر مسیحی خودمون یاد میگیریم که اعتماد یعنی زمانهایی هم که شرایط بر خلاف میل ماست به او تکیه کنیم و از پدری شنیدم که زمانی که فرزندانش رو از دست دادند در عمق غم و در حضور خداوند اینطور دعا کردن قبل از اینکه این بچه این فرزند من به دنیا بیاد تو پدرش بودی پس به ما کمک کن که در این زمان سخت بتونیم کاملا به فیض تو متکی باشیم دیدگاه و شناخت ما از خدا نوع دعا کردن و حتی لحن ما رو در دعا رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار میده هرچه در رابطمون با خدا عمیقتر بشیم و بالغتر بشیم اولویت ما در دعا تغییر میکنه نکته جالب دیگه ای که جی جان بهش اشاره کرد این بود که ما نمیخوایم رانده بشیم بلکه میخوایم از طریق خدا هدایت بشیم زمانهای زیادی بوده که دعای افراد برای من باعث تشویق، تسلی، آرامش و یا حتی چالش و در برخی از اوقات باعث توبه شخصی من بوده زمانهایی که دختران و پسران خدا در حضورش دعا کردند من با شنیدن کلمات بار قلبی احساسات و درخواستهاشون تحت تاثیر قرار گرفتم واقعیت زندگی این هست که اولویت ها رو باید در زندگی نگه داریم و اگر اولویت ها رو در زندگی نگه نداریم در فشارها، سختیها، اولویت های ما جایگزین پیدا خواهند کرد اولویت این هست که چیزهای مهم زندگی رو همچنان مهم نگه داریم امروز در کجا هستید اولویتهای اصلی در زندگی و در دعاهای شخصی شما چی هستند ما در دعا به زندگی تخیلی رو نمیاریم ما باید پای خودمون رو روی زمین و چشمان خودمون رو و باید, باید به حضور خدا و در آسمان نگه داریم جایی که خدای قادر پر از محبت در اونجا ساکنه باید این واقعیت رو قبول کنیم که در دنیایی که زندگی می کنیم پر از مشکلات و سختی هاست و من و شما هم دوچار این مشکلات هستیم در زندگی ما دعا، پرستش، اعتقاد و ایمان ستون هستند که ما را در فصل مختلف زندگی به جلو میبرند. امروز از شما دعوت می کنم که در هر شرایطی که هستید اولویت های خودتون رو در دعا مورد بررسی قرار بدید دعا با تمامی قلب دعا با صداقت کامل در حضور خدا همچون داوود پادشاه که در مزامیر انواع و اقسام دعاها رو به سوی خدا بلند میکنه برخی پر از ستایش شادی برخی پر از خواسته های شخصی برخی پر از ناله و آه و برخی هم پر از تلخی با اشک با خنده با شادی و ترنم با ماتم و درد با هر حالتی ما میتونیم در حضور او دعا کنیم امروز شما عزیزان رو تشویق میکنم که بیاید و با هم چشمان خودمون رو بر صلیب عیسی مسیح جایی که محبت او آشکارا بر ما ثابت شد بدوزیم به او اعتماد کنیم و در دعای شخصی و گروهی در شناخت بهتر خدا رشد کنیم و دعایی رو که عیسی مسیح به شاگردانش یاد داد رو با هم دعا کنیم ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید خواست تو هر آنچه که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسد نان کفاف ما رو به ما بده و قرضهای ما رو ببخش همانطور که ما نیز قرضداران خود رو میبخشیم ما رو در آزمایش میاورد بلکه از آن شریر رهاییده زیرا ملکوت قوت و جلال از آن توست از حال تا به ابد لاباد آمین عزیزان شما رو تشویق میکنم که با این آدرسی که روی صفحه های نمایش شما هست با ما تماس بگیرید در هر شرایطی که هستید و اگر نیاز به دعا دارید من و همکاران من میخوایم در دعا شما عزیزان رو تشویق کنیم تسلی بدیم و بنا کنیم خیلی ازتون ممنونیم که با این برنامه و با ما همراه بودید و شما رو به دست خدای میسپاریم که امینه و قادر تا زندگی های ما رو در دستان امن خودش نگه داره برکت خدا با شما باشه خدا نگهدار